أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. یکی از سوالاتی که همه ما طلبه‌ها در گذشته هم داشتیم و الان هم داریم و از هم دیگر سوال میکنیم، مخصوصا اونه که سنشون کمتره از بزرگترها سوال میکنن و به جا هم هست، اینه که راز موفقیت در زندگی، به ویژه راز موفقیت در مسیر طلبگی چیست؟ چکار کنیم که در زندگی خود موفق باشیم، در مسیر طلبگی موفق باشیم، یه انسانی باشیم که به درد خودمون بخوریم، به درد خانواده خود، به درد فامیل خود مرحله به مرحله، و به درد اجتماعی که زندگی میکنیم، و در کل به درد جامعه اسلامی بخوریم. اینو همه ما در نظر داریم. حالا در مسیر راه چقدر موفق میشیم اون دیگه با خداست. چه کار باید بکنیم؟ از چه راهی باید وارد بشیم؟ این سوال در ذهن همه ما هست، از ما اول در ذهن بنده بوده. من چند تا نکته رو در این جلسه خدمتتون عرض میکنم دوستان. اولین نکته ای که باید مراعات بشه ارتباط با خداست. ببینید آیاتی که من برای شما دستور مبارک یونس هست، این ست آیه راز آرامش رو بیان میکند، راز موفقیت رو بیان میکند که انسان چیکار کنه که موفق بشه و آرام باشه با تحولات روزگار، با تحولات سیاسی روزگار تکون نخوره، با تحولات اقتصادی روزگار تکون نخوره. چه کار باید بکنه؟ قرآن مجید راحت به ما بیان میکنه دیگه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا ترسی ندارن از آینده، حزنی، غم و اندوهی ندارن از گذشته. اولین نکته ارتباط با خدا است. ما سعی کنیم که ارتباطمون رو با خدا برقرار بسازیم. اگر این ارتباط برقرار شد، اون وقتی که انسان آرام میشه. حتی دوستان سعی کنیم که امورات را بیشتر به خدا بگذاریم. درسته ما هم بالاخره خود اختیاراتی به ما داده، باید فکر خود را به کار بیاندازیم، تلاش کنیم، کوشش کنیم، ولی نهایتاً همه امور دست خداست. در مناجات شعبانی هم میخوانیم و بیدی که لا بیدی غیرک، خدایا فقط به دست توست نه به دست دیگری. چی؟ زیادتی؟ اگه من بخوام زیاد بشم، یعنی آبرو پیدا کنم، شخصیتی بشم، خدمتگزار بشم، توفیقاتی پیدا کنم، خدایا به دست توست. و بیدی که لا بیدی غیرک، زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، الهی این حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی. خدا اگه تو منو محروم کنی چه کسی به من روزی میده؟ و این خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی، اگر تو منو خارم کنی، کنار بزنی، چه کسی که منو یاری کنه؟ هیچ کس.
برادر کوچک شما در طول زندگی اونقدر امدادهای غیبی رو دیدم که خدا میدانه. یعنی چندین بار باور کن از مرگ حتمی به لطف پروردگار نجات پیدا کردم. این امدادهای غیبی رو شما نادیده نگیر. مخصوصا ما طلبه ها بیشتر از دیگران باید ارتباط با خدا داشته باشیم. این در آیات هست، در روایات هست، در حکایات هست، در اشعار هست. هرچی که اینها اعتقاد ما رو به خدا زیادتر میکنه اینا رو داشته باشیم. مثلا یکی از اشعاری که سروده شده شعر پروین اعتصامی است که درباره حضرت موسی علیه السلام سروده شده. چقدر قشنگه. هر وقت ما این شعر رو میخونم خودم واقعا نیرو میگیرم. میگه مادر موسی چو موسی را به نیل در فکن از گفته رب جلیل. خدا بهش گفت و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا چی رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. مادر موسی فرزندت را شیر بده، هر وقت ترسیدی که جانش در خطره اونو در میان اون صندوق بنداز، تابوت، تابوت مخصوص بنی اسرائیل، تو در میان اون صندوق بنداز، برو دین لهار کن، بگذار به عهده ما. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم. چی میشه؟ این کشتی کوچولو کجا میرسه؟ اینو بسپار به ما. فالقیه فی الیم ولا تخافی، نترس، ولا تحزنی، انا رادوه الیک، ما اینو به تو برمیگردانیم. و جاعلوه من المرسلین، اون رو جز پیامبران بزرگ قرار میدیم، جز پیامبران اولو العزم قرار میدیم. مادر موسی چو موسی را به نیل در فکن از گفته رب جلیل. خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت کی فرزند خورده بی گناه. گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهی زین کشتی بی ناخدای، وحی آمد که این چه فکر باطل است. ره ربی ما اینکن در منزل است، ما گرفتیم اون چرا انداختی، ما گرفتیم اون چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی، نسبت نسیان به ذات حق مده، نسبت نسیان به ذات حق مده. این نسیان نگو که خدا تو را فراموش میکنه، نه، خدا تو را فراموش نمیکنه. بار کفر است این، به دوش خود منه. سطح از گاهوارش خوشتر است، دایش سیلاب و موجش مادر است. رودها از خود نطغیان می کنند، اون چی می گوییم ما آن می کنند. ما به دریا حکم طوفان می دهیم، ما به سیل و موج فرمان می دهیم، ما به سیل و موج فرمان می دهیم. به که برگردی به ما بسپاریش، بزن بوده ما. به که برگردی به ما بسپاریش، کی تو از ما دوستر میداریش. نقش هستی نقشی از ایوان ماست، خاک و آب و باد سرگردان ماست. این سخن پروین نه از روی هواست، هر کجا نوریست در انوار خداست. چقدر قشنگ گفته ها؟ این بسپاریم به خداوند متعال. دوستان اگر جامع المقدمات را، کتاب قدیمی را باز کنند داشته باشند، در اول صرف میر این روایت اونجا هست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اول العلم چی؟ معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیه. آغاز علم چیه؟ شناخت خدا. هزار تا نام برای خدا یا بیشتر هست، از بین تمام نام ها جبار آمده. جبار یعنی چی؟ خب جبار یکی از جبره، یک انسان مقتدر، حاکم مقتدر رو میگن جبار مثلا. یکی از جبرانه، اینجا جبار از جبرانه. یعنی در آغاز علم بشناس خدا.
خدای جبار را، او خدایی که جبران میکنه همه امور شما را، همه را جبران میکنه. اگر کسی این ایمان را پیدا کنه در آغاز علم، آخرش چی میشه؟ آخرش هم بسپره به خداوند متعال. اینو درست کنید، این ارتباط با خدا را ما باید درست کنیم. اگر این ارتباط درست شد آرام میشیم ها. آرامش در کنار این الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون اولیاء الله کیا هستن؟ اونایی که ایمان به خدا دارن و تقوا دارن. وقتی اینجوری شد ببینید لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. وقتی ایمان بود، تقوا بود، توکل بر خدا بود، واگذاری امور به خداوند متعال بود، خدای متعال به اونا بشارت میده لهم البشرا فی الحیات الدنیا. برای ایناس بشارت های در دنیا، یعنی خدا اینا رو بال خودشان با نمیذاره. شما نگین الان مشکلات جامعه مخصوصا طلبا زیاده، باور کنید ها، مشکلات گذشته خیلی بیشتر از الان بود. ما تو این مدرسه علمی حضرت قائم اون اوائلش یه جای اجاره داشتن، ما اونجا صبح ها چیزی نداشتیم بخوریم، یعنی یک چند گرم شکر نبود که دور استکان چایی بریزیم با نان خشک بخوریم، نبود واقعا، اینقدر محرومیت بود. با دوچرخه می رفتیم، با دوچرخه می آمدیم. نه ماشینی بود، نه امکاناتی بود، ولی چی بود؟ اون عشق در درون ما بود. عشق بود. هر روز می رفتیم حرم. یا امام رضا، خدا رو شکر، خدا که به برکت امام رضای توفیق دادی که ما آمدیم طلبه شدیم. ببینید به دل شما می اندازه. اون عشق از شما گرفته نمیشه. اما اگر اون عشق از شما گرفته شد، دیگه وای به حال ما. حضرت موسی علیه السلام از یک جای رد می شدن، دید یک پیرمردی با عشق داره کار میکنه، بیل میزنه، سر به طرف آسمان که خدای من عشق را از این بنده خدا بگیر. یک وقتی پیرمرد بیل گذاشت کنار رو رفت دراز کشید و مشغول استراحت شد. بعد از لحظاتی که خدای من عشق دوباره بهش برگردان، دید پیرمرد از جا بلند شد و بیل برداشت، شروع کرد به کار کردن و فعالیت، رفت جلو، سلامی علیک اول پرسی، گفت من در عمل تو، در رفتار تو یک دو عمل متضاد دیدم، با عشق کار میکردی بعد دست از کار کشیدی، بعد دوباره شروع کردی به کار، چی بود؟ رازش چی بود؟ گفت اون لحظه که کار میکردم یک مرتبه به دلم افتاد که تو پیرمردی دیگه، برای کی میخوای کار کنی؟ برای کی میخوای جمع کنی؟ برو استراحت خور بکن. ما رفتیم دراز کشیدیم، بعد دوباره به دلم افتاد که خب حالا اگر من عمرم رو کردم دیگه برای کی کار بکنم؟ برای نسل آینده باید کار بکنم. اینجوری به دلم افتاد. کی به دلش انداخت؟ خدا. خدا به دل انسان میندازه. این ارتباط هر چقدر زیاد بشه وقت موفقیت انسان بیشتر میشه. ما اگر ذهن افلاطون رو هم داشته باشیم، خیلی هم عالی باشیم از نظر استعداد، اگر اون عشق در ما نباشه، اون ارتباط با خدا در ما نباشه، موفق نمیشیم. دوستان هم دوره ما تقریبا حدود 34-35 نفر بودن ها، استعدادشون خیلی از ما بالاتر، حافظشون هم خیلی بالاتر، ولی ما انگیزه نداشتن. هی یکی 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 در رفتن، از همون جمع 35 نفر ما دو نفر باقی موندیم. پس اولین چیزی رو که شما باید مد نظر داشته باشید خدا و اخلاص. سعی کنید کار شما برای خدا باشه. این یک نکته. نکته دوم، ببینین الان جلسه شما با قرآن آغاز شد، با قرآن باشید. طلبه‌ای که با قرآن باشه خیلی فرق میکنه با طلبه‌ای که با قرآن نیستن. با توجه به الان که اکثر جوانهایی در ایران، در جای دیگه ماشاءالله قاری قرآنن، ایراد میگیرن به طلبتهای ما، ایراد میگیرن به نماز ما. اگه شما از الان قرآنتون رو خوب درست نکنین، با قرآن سر کار نداشته باشین، فردا نمیتونین روحانی موفقی باشین. ما باید قرآن داشته باشیم. نقش قرآن چون که بر عالم نشست، نقشه های پاپ و کاهن را شکست. فاش میگویم اون چه در دل مزمر است، این کتابی نیست چیزی دیگر است. چون که بر جان رفت،
جان دیگر شود. جان چو دیگر شد، بگیم جهان دیگر شد. شما اگه با قرآن باشین، یعنی بنده حالا دوستان میگن تو طلبه موفقی بودی، حالا من که سراغ ندارم، اگر توفیقی هم بوده به برکت قرآن بودی، همون حجی هم که من مشرف شدم به برکت قرآن مشرف شدم. سعی کنید با قرآن باشید، در کنار درساتون قرآن را به شکل زیبای همتون تلاوت کنید، تفسیر قرآن را داشته باشید. تو همین مشهد مقدس پنجشنبه جمعه درس‌ها تعطیل بود، ما می‌رفتیم درس‌های استاد سعیدی رحمت الله علیه، آیت الله سعیدی تفسیر کار می‌کردیم، تفسیر آقای متحرر کار می‌کردیم، تفسیر آیت الله جوادی عامل کار می‌کردیم، با قرآن بودیم الحمدلله. خیلی از دوستان ما می‌گفتن برو بابا پنجشنبه جمعه تعطیل دیگه، برو استراحت کن. ما نه، ما باید کار کنیم. شما ورزش دارن بکنید، استراحت هم داشته باشید، ولی با قرآن. این دو تا نکته، یکی ارتباط با خدا، یکی ارتباط با قرآن، این دوتا. نکته سوم که راز موفقیت، سعی و تلاش دوستان. نابرد رنج، گنج میسر نمی شود. مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله محسنی، برای شادی روشان صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجه. خدایشون رحمت کنه، تو همین مدرسه قائم آمده بودن یک زمانی، ما طلبه 13-14 ساله‌ای بودم. ایشون می‌فرمودن که طلبه های عزیز، تلاشتون زیاد باشه، سعی کوششتون زیاد باشه. این درسایی که شما در حوزه می‌خونید، ایشون می‌فرمودن مثل اینه که شما جهان را از روی نقشه یاد بگیرید. اگر بخواهید جهان گرد بشید، جهان را ببینید، در کنار اینها باید سعی و تلاش و کوشش فراوان داشته باشید، مطالعات جنبی داشته باشید. با تلاش، با کوشش هست که انسان به جایی میرسه. اینم نکته سوم، با راحت طلبی نمیشه. با راحت طلبی نمیشه. الان الحمدلله امکانات بهتر شده. سابق خیلی امکانات کم بود. آب گرم نبود. بخاری گازی نبود. فضای آرامشی نبود، جایی برای مطالعه اونجوری که باید شاید نبود. الان الحمدلله فراوانه. سعی کنین از وقتتون بیشترین استفاده رو بکنین، سعی و تلاش داشته باشین. این سه نکته. نکته چهارم که خیلی خیلی مهمه که از همین آغاز ما همه ما طلبه باید داشته باشیم، هوای نفس ها. خدا نکند که انسان گرفتار هوای نفس باشه. اگر کسی با هوای نفس این مسیر رو ادامه بده، به جایی نمیرسه. هوای نفس هم یک گرگ درونی است که انسان رو گرفتار میکنه. خدا رحمت کند مرحوم امام یه دو بیتی دارن خیلی قشنگ، حتما شما شعرش رو بلدین. به عروسشان میفرمایند فاتی، فاطمه از اسمشان ها، فاتی اگر از تارم اعلا گذری، از خاک گذشته از ثریا گذری، هیهات که تا اسیر دیو نفسی، از راه دنا سوی تدلا گذری. میگن تا وقتی اسیر نفسی به جایی نمیرسی، از خاک بالا نمیری. ممکن انسان یک اصطلاحات علمی یاد بگیره، سخنرانی بکنه، ولی روح نداره. اگر انسان هوای نفس را کنار گذاشت، البته کار آسانی نیست، کار سختیه، ولی باید کار کنیم. شما نوجوانان عزیز، جوانان عزیز، راحت میتونید این کار را بکنید. هرچه انسان سنش بره بالاتر، دشوارتر میشه، سختتر میشه. با هوای نفس نمیشه، مثلا طلبگی نمیشه. خدا رحمت کنه، یک از اساتید ما به ما میفرمودن که طلبه اگه طلبه نماز شب بودید، ادامه بدید این را. اگر اهل نماز شب نبودید، بگذارید برید. طلبه که نماز شب نخونه به درد طلبگی نمیخوره، ایشان میگفتن. من حرف ایشان رو میگم. اگر انسان با هوا و هوس بخواد پیش بره، به جایی نمیرسه. یک دوستی بود اون زمان، میگفت که من میخوام طلبه باشم که بهترین ماشین رو داشته باشم، بهترین خانه رو داشته باشم، بهترین زندگی رو داشته باشم. من از دیگران چه کم دارم؟ میگفتیم بابا شما کم نداری، ولی شما راهی رو انتخاب کردی که بخواهیم نخواهیم
یه مقدار توأمه با محرومیت ها. این محرومیت رو ما باید بپذیریم. ما با هوای نفس نمیتونیم زندگی کنیم. همه چیز ما زیر ذره‌بینه. همه چیز ما مورد توجه مردم ها. پس سعی بشه که از همون اول ما با هوای نفس مبارزه کنیم. این داستان را هم من از مرحوم آقای مجتهدی تهرانی شنیدم. داستان قشنگی بود. می‌فرمودن که راه مبارزه با نفس چیه؟ هرچه نفس خواست عمل نکنید. چون بعضی میگن نه، نفس شما اگر چیزی رو خواست شما بهش بدین دیگه آرام میشه. نه، اگر یه چیزی رو خواست فردا دو تا میخواد، فردا پس فردا مثلا سه تا میخواد، هی میره بالا. اینجوری نیست. میفرمودن یه بنده خدایی این در حال مبارزه با نفس بود، هوس کلاپاچه کرد. کلاپاچه هوس کرد، چیز حرامی هم نیستا، ولی خب میخواست نفسش بسازه. گفت بهت نمیدم. بهت نمیدید نمیشه. گفت خب من میدونم با تو چیکار کنم. رفت با لباس شخصی شاگرد کلفزی شد. سه ماه قرارداد بست که من میخوام شاگرد شما باشم. این کلفاچه ها رو میدید یا این نفس میگفت که تو باید از اینا بخوری و نمیخور. سه ماه کلن همونجا بود نخواد. بعد روز آخرم که وقتی قراردادش تموم شد آمد بیرون، اون استاد کار پولش هم بهش داد، گفت چون تو خوب کار کردی یک کلفاچه خوب و چاق و چله ای رو پخته و آماده داد بهش، دیگه برو گیره بخور که خیلی خوب. اینا رو گرفت آمد بیرون، داره برای نگاه کرد یک فقیری پیدا کرد، داد به اون فقیر، گفت برو. بعد به نفس خودش گفت من اینم، حواست جمع باشه، حلال خدا را میذاره کنار برای که بتواند جلوهی حرام رو بگیره. فلسفه این که مکروهات ما در دین داره میگه شما وقتی مکروهات رو ترک کردین به راحتی میتوانی حرام رو ترک کنی. فلسفه مستحبات در دین اینه که شما وقتی مستحبات رو به جا بیاری واجبات رو به طریق اولا میتوانی به جا بیاری. خیلی راحت میتوانید در جوانی واقعا با هوای نفس مبارزه کنید. اما اگر هوای نفس گذاشتیم باشه 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 فردا پس فردا، این بزرگ میشه مثل یه خاری که ریشه میدواند و جلوه انسان را میگیره. این هم نکته چهارمی که خدمتتون عرض کردم. نکته پنجم اینه که با نشاط باشید، با روحیه باشید. هیچ وقت رنجید خاطر نباشید. از روزگار شکوه نکنید. همیشه با نشاط. با نشاط چیه؟ روحیه شکرگزاری داشته باشید. خدایا شکر. الحمدلله. خود را به رضای حق رضا میبینم. بعضی میگن ای چی لباسی داری تو؟ ای چی زندگی تو داری؟ چی روی مثلا موکد نشستی؟ بگیدار زندگیشون رو نگاه کن، ما چیکار داریم زندگی دیگران؟ خود را به رضای حق رضا میبینم. درویشی خیش را غنا میبینم. گر درد فرستدم شکایت نکنم، زیرا که در آن عطر شفا میبینم. وقتی به شما اعتراض میکنه این چی زندگیه، تو بگو نه من این زندگی لذت میبرم از این زندگی. این درویشی خیش را غنا میبینم. چی؟ نه ها بلا ما تو چی زندگی ها دارن، ما چی زندگی داریم، فلانه نگاه کن چی ماشینی چی امکاناتی. حسرت دیگران را نخورید. خدا به شما این توفیق داده، آمدید طلبه شدید، در خدمت امام زمان قرار گرفتید و خدا عزت میده. عزت دست خداست. در سوره انعام داره میگه اگر تمام عالم جمع بشن بخوان از شما نعمتی را که خدا به شما داده بگیرن، نمیتوانن بگیرن. و اگر خدا بخواد نعمتی به شما نده، تمام عالم هم جمع بشن، به اون نعمت رو به شما کسی نمیتونه داده. پس سعی بکنید که این روحیه شکرگزاری، این روحیه استغنا در ما بمانه. اگه با روی استغنا هم وارد جامعه شدیم، وقت طلبه موفقی هستیم و میتوانیم راحت زندگی بکنیم و چشم طمع به دست مردم هم نداشته باشیم. این 4-5 نکته بود که به نظرم رسید خدمتتون عرض کردم. عذرخواهی میکنم از همه شما، از اساتید بزرگوار که محبت کردن تشریف آوردن در جلسه. خداوند متعال به حق حضرت زهرا سلام الله علیها که در آستانه ولادت اون بزرگوار هستیم و به حق مولایمون امیرالمومنین علی علیه السلام همه ما و شما را عاقبت به خیر قرار بده و اسباب موفقیت همه ما را انشاءالله خودش به ما لطف و مرحمت بفرماید و از آفات و بلیات و روزگار که زیادم هست همه ما را
محافظت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عجب.